میدانم که بسیاری از خوانندگان که در فرهنگ و هنر میخواستن بخوانند، چه در برنامه رادیویی چه تلویزیونی، از آقای ابراهیمی مشورت میکردن که با این تصنیفی که ساخته شده است چه شعری مناسب است از حیث بحر، از حیث مفاد، از حیث مضمون. و این مسئله بسیار تأکید میکنم که اشراف ایشون و تسلط ایشون بر ادبیات، یک طرف صدای استثنایی ایشون و ملیح و نرم ایشون از یک طرف، اینها همه یک طرف. اون چه از نظر من مهمه و من در یک سخنرانی هم راجع به مرحوم تاج گفتم، اینها از یک صفای باطنی برخوردار هستند که اون موجب تأثیر گذاری صداشون میشه. بنده اتفاقی در یک کنسرتی در تئاتر شهر صدای ایشون رو شنیدم و چون مدت ها بود به دنبال شخصی میگشتم که از نظر تلفیق شعر، از نظر کلام، درست ادا کردن کلام و از نظر ذات موسیقی، درونی بودن موسیقی، دنبالش چنین شخصی میگشتم، تو اون کنسرت صدای ایشون رو شنیدم و هیچ شناختی هم نسبت به ایشون نداشتم و کاملا من رو جذب خودشون کردن و من جویای آدرس ایشون شدم و ایشون رو پیدا کردم. وقتی که با ایشون برخورد کردم تازه متوجه شدم که ایشون علاوه بر صدای خوب و درونی پربار از دانش موسیقی و اخلاق و انسانیت خیلی بالایی برخوردارن که کمتر در استادها من دیدم. ایشون تنها درس موسیقی به ما نمیدن، ما در محضر ایشون درس زندگی میگیریم و واقعا میبینیم لازمه که در این کلاس شرکت کنیم. حتی اگر روزی آمادگی برای یادگیری موسیقی نداشته باشیم، احساس میکنیم که نیاز داریم که در محضر استاد باشیم. استادی همین که امروز در این سن که صدایی باقی نمونه، یه درآمد که میکنه و الله العلی العظیم پشتون رو تکون میده. تمام استادی شست داره تو این درآمد، ولی نه تحقیر از نه ایچی و نه کسی. این رو با کسی نمیشه گفت. گفت دلا اسرار عشق دوست جز با دوست نتون. نپندادم که هر کس این امانت رو همین باشد. اینه در یه محفلی که ادعی صاحب نظر باشن میشه عنوان کرد و هر کسی که نمیشه گفت. بله مردم، از مردم هم نمیشه توقع داشت به همه این دقایق واقف باشن. یک آدمی با اون پشتوانی از اساتید، با اون اشراف به ادبیات که در سطح بالاترین از شود که جاها، یعنی دانشگاه تدریس ادبیات بکنه، این شعر که میخونه شنونده‌ای که شعر شناس باشه میبینه این شعر با تمام وجود خونده میشه. این همه میخونن، همه گویان، همه خوانن، نه اون سون که من میخونم. به قول سعدی که تاج در یه موردی در مواردی میبون، مرحوم قدسی هم نسبت به شادروان تاج اینو گفته بود، آقا به یه جای دیگه متصل بود، ولی منم اون گفته من 30 سال ادبیات دست دارم، مگه میشه این اندازه اشراف بشه؟ آقای ابراهیمی یک قدم بی استاد بر نداشته. الان که بنده در خدمت جناب عالی هستم 77 سال از عمرم میگذره، اگر یه معلم خوبی پیدا بشه بازم میرم پیشش. ایشون نظر شخصیتی واقعا والا هستن و واقعا در تدریس و کلام و گفتار واقعا یک استاد نمونه هستن. ولی خب از نظر خصوصیت آوازی ایشون باید در از تلفیق درست شعر و موسیقی رو کاملا در وجود صدایشون دنبال کرد. گرمی صدا و گیرایی صدا در وجود ایشون هست و جالب این هست که وقتی که با هنرجوی خودشون درس میدن، همون انرژی و همون نیروی خوندن که در کنسرت اجرا میکنن یا در محفلی اجرا میکنن دقیقا هست. یعنی کم نمیذارن که بگن مثلا ما این آواز رو دارم به یک هنرجو درس میدم، دیگه نباید اون مایه اجرا بشه.
ولی دقیقا این حالت رو تمام دوستانی که پلوی استاد کار میکنن دیدن و لمس کردن که چقدر با انرژی و عالی این مطلب ادا میشه. وقتی غرور آمد، صفا، صمیمیت، ادامه کار، اکمال کار، تکمیل کار، اینا دیگه میره از اون در بیرون. این مرد در این سن اصلا نه ادعایی، نه منمی، آخه اینا شوخی نیست، اینا یه درس اخلاق، باید یه جایی بشینه عنوان بشه، هر یه بعدش کار بشه روش. من هرچی بخوام بگم در توضیح این مسئله، امیدوارم به طور اجمال اونچه نسبت به استاد ابراهیمی اونچه هم گفتم، والله العلی العظیم لحظه ای، دقیقه ای، کلمه ایش خارج از اعتقادم نبوده. حالا شما برای اینکه درآمد کنید، بله، و نوت درآمد در مخیلتون باشه، اون ساز بنده برآمد کنید. درآمدش اگر خاطر دور باشی این بود، یا سالهای گذشته استادان بزرگ موسیقی که اینها همه تربیت شده دست استاد علی‌ندی وزیری، میرزا عبدالله عبادی، شهنازی،
یعنی میرزا حسین قلی شهنازی، پدر این مرحوم شهنازی. موسیقی ایران نضج فوق‌العاده‌ای گرفت. استادانی چون استاد سبا، استاد محجوبی نوازنده پیانو، استاد عبدالحسین شهنازی، علی اکبر شهنازی، خادم میساق، استاد نورعلی برومند و خواننده های بزرگی چون ادیب خونساری، تاج اصفهانی، آقای بنان، مرحوم قوامی و تعدادی دیگه از خواننده ها، اینها حیات داشتن و نگاه دارنده، یعنی یک کاخی بودن که دور این کاخ محاصره شد. از اینها موسیقی غریبه در اون راهی نداشت. اینها متاسفانه وفات کردن و عمرشون کفاف نداد که تا امروز باشن. از زمانی که انقلاب جمهوری اسلامی پیش اومد، این استادان همه رفته بودن. چند سالی که ما کشور ما گرفتار تهاجم بیگانه بود، جنگ بود، جنگ و حفاظت از مرزهای ایران حرف اول میزد، نتیجتا نمیتونستن به موسیقی برسن. اگر هم موسیقی یک تکانی خورد، این همت چند نفر نوازنده و خواننده بود که توانستن موسیقی ایرانی رو یک حرکتی بدن. ولی متاسفانه این حرکت ایست کرد و این موسیقی داره دور خودش میگرده، یعنی میگرده دوباره میاد سر اول، میگرده دوباره میاد سر اول. موسیقی ما از نظر محتوا، از نظر ردیف، از نظر تلفیق شعر و موسیقی، اینها صدمه دیده. من توصیه می‌فرمایند که فلانی اگر می‌خوای که آواز رو تکمیل بشی، که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من در آواز تکمیل شدم، اگر چه سنش 150 سالم شده باشه، من که موسیقی ایرانی خیلی وسعت داره و خیلی ظرافت داره و نکات عرفانی در او هست که انسان اگر بخواد با اونها پی ببره، باید مدت‌ها با عارف‌های بزرگ رفت آمد کنه تا چیز یاد بگیره. به من اصرار میکرد که اگر تو میخوای بقیه آواز رو فرا بگیری، یاد بگیری، بایستی که بری خدمت آقای نورعلی خان برومند. آقای برومند نوازنده ستار بود، نوازنده سنتور بود، نوازنده تار بود و نوازنده ضرب، و اینها رو خوب میدونست و ردیف ها رو مادرزاد. واقعا آنچه که از اون استادان بزرگش مثل میرزا عبدالله، مثل آقا حسین قلی، آقا میرزا عبدالله پدر استاد عبادی بود، یاد گرفته بود، همه رو حفظ داشت. گفتم آقا ایشون منزلش کجاست؟ گفت باید بری امیریه، امیریه چهارراه معز سلطان، کوچه مافی، نظام سلطنه مافی. ما رفتیم و منزل ایشون رو پیدا کردیم و عصرها وقت داشتن،
رفتم خدمتشون، گفتش که آواز پیش کی کار کردی؟ گفتم پیش آقای عدیب، آقای بنا، جناب خالقی، آقای سبا. گفت خوب خوبه، بخون بینم. من یه قطعه آواز که خوندم مورد توجهش واقع شد. خب از هفته آینده یه کتابچه می‌خریم، میری اینجا و آوازا رو شروع می‌کنیم با هم. که منده هفت سال و اندی هفت سال چند ماه در خدمت ایشون تلمز عشق کردم، نه تنها آواز، انسانیت، بزرگواری، منش بزرگی، گذشت، موسیقی که ایشون وقتی دست به ساز و ستار یا سنتور می‌برد واقعا انسان رو باغ‌های بهشت رو نشون آدم می‌داد. در دانشکده موسیقی کارشناسی ارشد نوازنده ها رو تعلیم آواز میدم و همچنین ریتم. با اینا اغلب آوازهای ضربی رو کار میکنن، با اونها باید با من بزنن، هر کدام ایراد داشته باشن این ایراد رفع میشه. که این نوازنده وقتی که اومد بیرون اگر با یه جای یه خواننده باش خواست ضربی بخونه، فلبداهه بتونه آنان جواب بده. کما اینکه جناب آقای شاهین شهبازی که اینجا ملازمی فرمین جوان رعنا، هم ساز خوب میزنه، هم ستار خوب میزنه، هم تار خوب میزنه. و حالا ازشون خواهش کردم که یک کوک راست پنجگاه بکنن. این قطعه که میخونیم آقای شهبازی، اصفهانی ها بهش میگن هداوندی. ما که تهرانی هستیم به این آواز میگوییم خسروانی، که شما گوشه سازیش هم زدین حتما. مه من نقاب بگشا، ز جمال کبریا که بوتان فرو گذارم، اساس خود نما شده انتظار مذهب، شده انتظار مذهب، چه شبت زدر در آیید، زدر در آیید، زدر در گوشه تقریبا مثل گوشه آذربایجانیه. اگه ببینید حالت آواز ترکی داره. شده انتظارم از حد، چه شبت زدر در آیید، زدر در آیید، زدر در آیید.
دو دید خون فشانم ز غمت شب جدا دوست چه کنم که هست اینها گل با غیاش نایی یا بنده هستم و یه خواهر. بله. وقتی پدر فوت کرد ما برگشتیم به تهران، یعنی من تهران نیده بودم اصلا، مادرم اهل تهران بود. اومدیم تهران در باغ سپهسالار به همین شاه آباد که حالا شده خیابان جمهوری منزلی گرفتند و اتاقهای بزرگ و سرسراهای متعدد، پله‌های بسیار زیبا و اینها، و یک سالن بزرگ اونجا رو مادرم کرد کلاس. جناب استاد سبا منظرشون تو همون خیابان امیر ظهیر الاسلام بود که حالا همون منظر شده موزه سبا. تشریف آوردن اغلب منزل ما، و چون مادرم با استاد سبا و نه هم شاگردی بودن، نه شاهدای میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی بودن و درویش خان، این که آشنا بودن با هم، این کلاس رو جناب سبا گذاشت گردن مادر من، گفت کلاس باز کن تعلیم بده ساز داره. نتیجتا عده زیادی دخترها و جوانا از خان بودن نایب سلطنه و اینا می آمدن دوره می نشستند و درس می گرفتن. مادرم تار درس میداد و ستار، و تارم که مادرم درس میداد و ستارم که درس میداد سینه به سینه بود. نوت هنوز نمیدونستن اینا. نوتیس بود در ایران، استاد خلنل بود، آقای منصوری بود، جناب سبا بود، ولی مادرم صلاح در این دونستن که همجور سینه به سینه یاد بدن، بعد اینا که یاد گرفتن برن نوت یاد بگیرن. من از اون تاریخ که مادرم تار و ستار دست میداد، این صدای موسیقی در گوش من بود. از دبستان که مادر منزل مدتی می نشستم و کارهای اینا رو می دیدم. یه مقدار خیلی کمی مادرم ستار رو یاد من داد، مزرابش اینها. بعد گفتش که تو بایستی که بخونی، آواز بخونی. یه روز استاد سبا تشدن منزل ما و ستاره برداشتن میزدن، گفت این پسر منم بد نمیخونه. بنده که میخوندم تمام ترانه ها و آوازهای قمر رو تا انتهای نوت میخوندم، چون صدای نازک و باریک بود، کوچیک بودم، صدام نازک بود و خوب. و جناب سبا گفتن که این باید تعلیم بگیره، حیفه. خیلی علاقه من شدم به صدای من. در سال 1325 رادیو اعلان کرد که هر کسی که دارای صدای خوشه بیاد امتحان بده، اگر صداش خوب باشه ما قبول میکنیم و خواننده میشه.
مادرم گفتش که فلانی برو پسرم برو یه امتحانی بده ببین چی میشه. بنده وقتی رفتم اونجا هیئت ممتحن که حالا میگن هیئت جوری، بله هیئت ممتحن استادانی بودن که چند نفرشون بنده رو میشناختن، یکی استاد سبا بود، یکی ابراهیم خان منصوری بود. منصوری خیلی به من کمک کرد. دیگران هم یادتون هست؟ بله یادم نیست آقا. 12 نفر امتحان دادیم. موسی خان معروفی بودن؟ بله بله موسی خان معروفی هم بود. احسن. بله بله بهتی قیاسی بود که زرد. بله بله گفتن که من یادمی که اونا که رد می شدن گفتن که به ماشی بودن آقا آدرس ایشونو بنویس که به موقع بفرستیم عقبشون. یعنی رمز رد شدن نمی گفتن یه رد شدی، می گفتن می فرستیم منزل تو. اونا که قبول می شدن می گفتن که فردا بیاین اداره. وقتی می خواستیم تعطیل شد هیئت ممتحن بلند شد اینا، آقای منصوری گفتش که آقای ابراهیم برو اسمت ثبت کن که فردا باید بیای اداره. دل بود نام او یا که من اومدم گفتن که من روح الله خالقی هستم. فهمیدم که ایشون از استادان بزرگ موسیقی که اون روز در اون هیئت جوری نبود. گفتن که شما فردا بیا هنرستان مدرسه عالی موسیقی. هنرستان نبود. وقتی من رفتم مدرسه عالی موسیقی ویولون رو ایشون برداشتن و یه قطعه زدن، ما شروع کردیم به خوندن. گفت خب صدات خوبه، شعرم نسبتاً بد نمیخونی ولی اطلاعات موسیقیت خیلی پایینه، تو بایستی که استاد ببینی و من اینجا ترتیب این کار رو برات میدم. فردا بیا آقای ادیب تشریف میارن اینجا. ما فردا که رفتیم آقای ادیب اونجا تشریف داشتن، بعد بلند بالای سر کوچکی داشته اینا، خیلی خوش قیافه و خوش لهجه و خوش صحبت بود. ما در خدمت ایشون تعلیم آواز 8 ماه نگرفتیم یا 8 ماه کمتر. ایشون هر روز هفته که من میرفتم حافظ باز میکرد، گفت یه غزل رو بنویس هفته دیگه بیا اینا حفظ شده برای من قرائت کن. هیچ دستگاه گوشه ای چیزی به اشاره نمی‌کرد. این شخص هم ادیب خانساری. بله بله بله. تا قبل از اون شما ندیده بودید؟ نخیر. پس از 8 ماه آقای ادیب گفتش که از هفته آینده ما آواز شروع می‌کنیم. موقعی من گفتی از هفته آینده آواز شروع که به من نصف حافظ حفظ کرده بودم.
به من هم میگفتش که در این شعر حافظ هر جایی که ایرادی داری معنیش نفهمی من نمیدونم، برو پیش استادت. استاد من کی بود؟ استاد همایی، جلال همایی. ایشون هم در دبیرستان استاد من بودم در دانشگاه. بنده میرفتم خدمت ایشون مینشستم شعرها رو میخوندم. خیلی به موسیقی علاقه من بود، خیلی هنرمندا رو دوست داشت بر. بعد معانی شعر رو برای من میگفت، گاهی هم تفسیر میکرد. ما موقعی که آواز شروع کردیم نصف حافظ حفظ بود. بعدن فهمیدم که این مرد بزرگ چه کار کرد برای من، باید خواننده شعر زیاد حفظ باشه. شما این ورتر خوبه خوبه همینجا دست شما درد نکنه. به 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 خانم من خیلی متشکرم. انشالله همیشه سلامت باشید. من عکسای متفاوت دست میگیرم. متشکرم. انشالله شما سلامت باشید. میدونی چیه؟ زندگی با هنرمند خیلی مشکله. آیا واقعا همینطوره؟ شما با من همینطور بودی؟ من با من مشکل بود داشتی؟ نه، من یه چیزو میخوام بگم. اصلا زندگی با هنرمند ممکنه اولیش سخت باشه، ولی اصلا سخت نیست. بعد آدم از اول وقتی که بدون روحیاتش چجوریه، مشکلاتی که دارن چجوریه، میرن یه مقدار شاید بعضی روزا بخوان کتاب بخونن، بعضی که آهنگسازن میخوان بشینن آهنگسازیشونو بکنن، میخوان بشینن کاری دیگه برنامه. پس بنابراین باید یار و همدم همدیگه باشن تا اینکه بتونن درک بکنن همدیگر رو. اگر این درک رو داشته باشن، و اگر من فکر کنم حالا تو هر هنری فرق نمیکنه که حالا ممکنه من از دید خودم که مثلا با یه فردی ازدواج کردم که در کار موسیقیه و موسیقی رو تدریس میکنه، شاید به خاطر اینو از موسیقی، ولی هنرهای دیگه هم همینه. من اون کسی که نقاشه، اون که کار گرافیک میکنه، کار خطاطی میکنه، تمام به یه نحوی یه ارتباطایی با همدیگه دارن و باید تحملشون کرد. اگه نمیتونن تحمل بکنن، واقعا باید اونجا که چیزه تو فکرشون ببینن این همسرشون، اگه دوست دارن همسرشون رو، باید فکر بکنن که باید چه کار بکنن که بتونن ایشون رو راضی نگه دارن. چون روح یه هنرمند روح واقعا لطیفیه، فوق العاده لطیف. لازمه یه خانم انعطاف داشته باشه. بله، خیلی انعطاف داشته باشه نسبت به یه هنرمند. من فکر میکنم که اون کسی که مثلا نمیتونن تحمل بکنن، به خاطر اینکه نشناختن هنر رو، همسر خودشون رو نمیشناسن، به خاطر همینی که یعنی رویه همدیگر رو درک نمیکنن. ولی اگر درک بکنن، واقعا میتونن همدیگر رو تحمل بکنن و همدیگر رو دوست داشته باشن و همیشه یار و یاور همدیگه باشن تو زندگی. کما که شما برای من همیشه بودید و هستید. متشکرم. ساز ایشون رو بیشتر دوست دارید یا آواز ایشون رو؟ من هر دو رو دوست دارم، به خاطر اینکه هر دو مکمل هم دیگه هستن و وقتی که آواز میخونه، ساز میزنه، واقعا من یه روحیه پیدا میکنم که همیشه دوست دارم وقتی که میخوام حتی استراحتم دارم میکنم، میخوام بخوابم، دوست دارم این تو گوش من باشه تا خوابم ببره.
و یه چیز جالبی که من بگم، من از سازی که میزنن یا که آوازی که میخونن میفهمم که اون روز ایشون شاد هستن یا ناراحت هستن. اگه خدای نخواسته اتفاقی واسه یکی از هنرمنده افتاده باشه، یکی از دوستاشون ناراحت باشن، واقعا اینو وقتی که ساز رو دستشون میگیرن بس این زخم در ناخونشون رو این سیمای ستار میزنن، واقعا من حس میکنم که ایشون ناراحتن اون روز یا از کسی دلخور باشن، قشنگ متوجه میشم که این سازشون چی داره میگه، این آوازی که دارن میخونن چی داره میگه، و این بر من خیلی جالبه. چی کار میکنید وقتی میفهمید که استاد ناراحته؟ خب اول سراغشون نمیرم، دوست دارم تو اون حالی که هستم باشن تا اون چیزایی که تو دلشون هست بریزن بیرون، و بعد خب میرم پیششون میشینم، یه چایی واسه شون میبرم، یه پذیرایی ازشون میکنم و یه صحبتی میکنیم و تقریبا یه مقدار خالی شدن دیگه از این مسئله اومدن بیرون. اون روز آقای ابراهیم خان منصوری که رئیس شورای رادیو بود یا قبلش بود و یکی از شخصیت های هنری زمان بود و آهنگ هایی هم از ایشون باقی مونده، گفتن امروز بهترین خواننده احمد ابراهیم. موسیقی ما از نظر محتوا، از نظر ردیف، از نظر تلفیق شعر و موسیقی، اینها صدمه دیده. اگر الان جلوگیری نکنن و این موسیقی رو همجوری رها کنن، من به شما عرض میکنم که چند سال دیگه یه موسیقی مندرآوردی پیش میاد که امروزه به اسم پاپ و جاز و انواع و اقسام هست. بنده نمیخوام انتقاد کنم، این خواننده هایی که الان آواز میخونن به استثنای یکی دو نفر، به استثنای یکی دو نفر، بقیه اونها باید که استاد ببینن. این خواننده که امروزه در رادیو و تلویزیون به قولی شما صدا و سیما برنامه اجرا می کنن، اینا از روی صفحات و نوارها آواز خون شدن، مکتب استاد رو ندیدن. باید دو زانو نشست و خدمت استاد کرد و یاد گرفت. من وقتی که دلم میگیره، یعنی که دلم میخواد حال بکنم با این ساز استاد، با صداش، دوست دارم برای من مرغ سحر رو بزنه و از این آهنگ خیلی خوشم میاد، ولی اگه لطف بکنم برای من این گوشه رو بخونم خیلی ممنون میشم. مرغ سحر نال سر خود، داغ مرا تازه تر خود، زاغ شرر با این قفص برشکن و زیگ روز بر خود. بله، یادشون به خیر. همینجور که خورشید مشغول فرو رفتن پشت کوز، عمر ما هم همینطور خواهد شد و اون دوستان هم همینطور شد. خدا حافظشون.
Mm-hmm.